پیش از برنامه گفتگویی داشتم با سباستیان گورکا، استراتژیست سابق دونالد ترامپ. از او پرسیدم که 2 سال پس از فشار حداکثری بر ایران، امروز هم مایک پومپو این کشور را خطری برای منطقه خوانده که لحظه‌ای متوقف نشده. این فشار حداکثری بر ایران چه نتیجه‌ای داشته؟ موفقیتش عالی بوده. اگه شما نگاه بکنید در تظاهراتی که در سراسر ایران رخ دادن، نه فقط در شهرهای بزرگ، مردم خسته شدن از این دیکتاتوری. مردم از این دیکتاتوری ملاها خسته شدن که این کشور ایران رو نابود کرده از سال 1357 خورشیدی. در دولت دونالد ترامپ ما قوی ترین نظام تحریمی رو علیه ملاها بعد از انقلاب اعمال کردیم و دیر یا زود هم این تسلط دیکتاتورها شکسته خواهد شد و مردم پارسی میتونن کنترل کشور خودشون رو بر عهده بگیرن. هدف خسته کردن مردم بوده یا آوردن ایران به پای میز مذاکره و تغییر رفتارش در منطقه؟ پرزیدنت ترامپ، رئیس سابق من، و مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، خیلی روشن حرفشون رو زدند. تحریم‌ها مردم ایران را هدف قرار ندادند. مردم ایران یک مردم مغرور با تمدن دیرینه هستند. مشکل اونا نیستند. خطر منطقه، خطر امنیت تمام آدم‌های آبرومند دنیا رژیم ایران هست. سپاه پاسداران هست، ملاها هستند، آخوندها هستند و آیت الله هستند. تحریم‌ها این رژیم رو هدف قرار داده که یک رژیم دیکتاتوری است. درست، اما من هنوز پاسخ سوالم رو نگرفتم که دقیقاً تا الان این تحریم‌ها چه به دست آورده بجز نارضایتی مردم و اعتراض خیابانی؟ تضعیف رژیم. رژیم ایران هرگز به اندازه امروز ضعیف نبوده. از زمان انقلاب به اندازه امروز ضعیف نبوده. فقط نگاه بکنیم به اقتصاد کشور. ببینین که چجوری حلقه محاصره سپاه پاسداران تنگتر شده. اونها دارن پولشویی میکنن ولی دیگه نمیتونن در منطقه دست به حملات تروریستی بزنن. اون توانایی رو دیگه ندارن که بتونن به صورت غیر عادلانه مردم رو کنترل کنه، چون مردم میرن توی خیابون. وقتی شما میگین فقط اعتراضات مردم رو این تحریم ها باعث شدن، حرف خیلی عجیبیه. آزادی یعنی همین. تحریم ایالات متحده آمریکا بر ایران داره آزادی رو به نحوی برای مردم ایران به ارمغان میاره که ما از زمان به دست گرفتن قدرت از طرف خمینی ندیدیم. اما برداشتی که از حرفای امروز مایک پومپئو میشه چنین تصویری نمیده. امروز آقای پومپئو میگه که ایران کماکان یک تهدید جدی منطقه‌ای محسوب میشه. بله، این تهدید رو متوجه منطقه میکنه. تا وقتی آخوندها بر سر کار باشن، حکومت ایران یک تهدید هست و اونها متاسفانه هنوز بر سر کار هستند، هنوز قدرت رو در دست دارند، ولی این قدرت دچار فروپاشی شده و ایالات متحده در کنار هر مردمی ایستاده که میخوان سرنوشت خودشون از دست دیکتاتورها بگیرن. ما زنهایی رو داریم، تصاویری رو داریم از زنهایی که در خیابونهای تهران پوسترهای اون جنایتکار بزرگ قاسم سلیمانی رو دارن به زیر میکشن. این زیباست. تصویر آزادی این هست و این بهترین نشانه هست که تا این رژیم ایران در خطر بزرگ قرار داره و آزادی در دسترسه. قدم بعدی آمریکا چه خواهد بود؟ فشار رو حفظ بکنه، اون حلقه محاصره رو بر روی آخوندها و بر سپاه پاسداران تنگتر بکنه، تا حدی شکاف رو در حکومت به وجود بیاره که رژیم دچار فروپاشی بشه و مردم بتونن سرنوشتشون رو به دست بگیرن. من وقتی برای دونالد ترامپ کار میکردم، او یک نامزد بود و بعد یک استراتژیست در کاخ سفید بود وقتی رئیس جمهور شد. او یک آدم مداخله‌گر نیست. او اعتقاد به این ایده نداره که به کشورهای دیگه بر حمله نظامی کرد، اما او در کنار تمام مردمی ایستاده که میخوان برای خودشون آزادی به دست بیارن و این تحریم‌های ما
هدفش این هستش که دولت ایران رو در یک حلقه معاصره قرار بده تا وقتی مردم پارس بتونن دوباره آزادیشون رو به دست بیارن. یکی از شعارهای دونالد ترامپ مخالفت با توافق هسته‌ای برجام بود. الان به گفته IAEA، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بسیاری از کارشناسان، ایران سرعت دستیابی به سلاح اتمیش نصف شده. چطور میشه انتظار داشت که زیر پا گذاشتن اون برجام منطقه رو امن‌تر از گذشته کرده باشه؟ توافق هسته‌ای یک فاجعه برای امنیت بین‌المللی بود. این یک زمان بسیار غرورآمیز برای من بود وقتی پرزیدنت ترامپ با من مشورت کرد که گفت ما چی کار بکنیم با این توافق هسته‌ای. من بهش گفتم خارج شو از توافق هسته‌ای، منحل کن این توافق رو. اینکه ما در توافقی باشیم که 150 میلیارد دلار به رژیم جنایتکار ایران بده و حتی جلوی تولید بمب هسته‌ای رو گرفت، شما میدونید اصلا باید متن اون توافق هسته‌ای رو بخونید. جلوی تولید بمب رو نگرفت، فقط به عقب انداخت دسترسی به اون بمب رو، و به لطف تلاش‌های بنیامین نتانیاهو که 2 سال پیش رو اینترنت توضیحات لازم رو داد، ما میدونیم که ایران دروغ گفت. ایران توانایی تولید سلاح هسته‌ایش رو ادامه داد حتی بعد از اینکه اوباما اون توافق هسته‌ای رو امضا کرد. بنابراین پرزیدنت ترامپ حق داشت وقتی گفت که از توافق هسته‌ای خارج میشه و اجازه نخواهد داد پولی به حکومت جنایتکار ایران برسه، و این باعث شد که دنیا و منطقه امن‌تر بشن. متشکرم. سپاستیان گورکا.